یک بررسی اجمالی نشان می دهد اعضای نمایندگی ولی فقیه در بخش های مختلف سپاه پاسداران و دانشگاه ها فرماندهان پیشین این نهاد نظامی امامان جمعه منصوب به رهبر جمهوری اسلامی در استانها و مقام بلندپایه بلند پایه قضایی از اعضا یا رؤسای حیعت های نظارت انتخابات در 21 استان از 31 استان کشور هستند. چهره های کلیدی قوه قضایی و دادگستری در حالی در برخی از حیعت های نظارتی استانی عضویت دارند که دادگستری یکی از منابع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و ارائه اطلاعات لازم به حیعت های اجرایی و نظارت است. بررسی ها نشان می دهد در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه و گیلان یکی از اعضای هیئت‌های های نظارت نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران است. ابوالفضل ولایی، احمد محیدین میر مرشدی، شمس الله جلیلیان، حسین دشتی، محمد تقی احمدی، علی مراد یوسفی و عزت الله معتمد از جمله این افرادند. حسین دشتی در عین حال که ریاست هیئت نظارت در استان بوشهر را بر عهده دارد عنوان امام جمعه موقت این شهر را هم داراست در استان اصفهان علاوه بر میر مرشدی علیرضا جوادی از فرماندهان سابق سپاه استانی و عبدالجواد عبداللهی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان از اعضای هیئت نظارت هستند رئیس ستاد امر به معروف و نحی از منکر کشور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که هیئت‌های نظارت زیر نظر آن فعالیت می کنند. در خراسان شمالی نیز در کنار محمد تقی احمدی نماینده ولی فقیه در سپاه استان رضا نوری امام جمعه موقت بجنورد ریاست هیئت نظارت را بر عهده دارد در گیلان هم مجتبا اشجری مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان رئیس هیئت نظارت است در استان آذربایجان غربی هم قنبر کریم نژاد مدرس دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران جانشین پیشین فرمانده سپاه آذربایجان غربی و فرمانده پیشین سپاه استان اردبیل رئیس هیئت نظارت این استان است در اردبیل نیز ریاست هیئت نظارت بر عهده عبدالله بیدار مسئول دفتر نمایندگی بعثه علی خامنه ای در اداره حج و زیارت استان است رؤسای هیئت‌های نظارت در البرز، سمنان، لورستان، قزوین، تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمان و همدان نیز به ترتیب عبارتند از محمد حسین روحی یزدی، امام جمعه فردیس کرج، حسن علی عربی، امام جمعه سابق سرخه و نامزده انتخابات مجلس خبرگان، تیمور سپهبند فرمانده سابق سپاه علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزبین حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز امیر جعفری نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهر کرد علی توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان و محمد جوادی امام جمعه موقت همدان از دیگر اعضای حیعت های نظارت این 21 استان می توان به این افراد اشاره کرد. در تهران قلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان در چهار محال و بختیاری احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خراسان جنوبی محمد علی جعفری نماینده ولی فقیه در دانشگاه بیرجند و محمد علی اسماعیلی معاونت دادگستری استان در کرمان حسین تهماسبی رئیس دادگاه ویژه روحانیت استانهای کرمان و هرمزگان در فارس امین رصاف رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان و علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری در قزوین حسین کسیرلو فرد رئیس دادگاه انقلاب در همدان حسن خانجانی معاون آمار و فناوری دادگستری در هرمزگان صادق علی مرادی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و در یزد مهدی صدر و نماینده ولی فقیه در دانشگاه پیام نور استان و غلام علی دهشیری دادستان عمومی و انقلاب یزد به طور معمول رؤسای دفاتر حیعت های نظارت استانی شورای نگهبان ده نفر را به هیئت پنج نفره نظارت مرکزی در تهران که قبل از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان انتخاب شده اند معرفی می کنند و آنها پس از بررسی پنج نفر را انتخاب و به دفاتر استانی اعلام می کنند. پوشاندن مجسمه های بستانی برهنه در جریان نشست خبری حسن روحانی در ایتالیا موجب انتقادهای گسترده ای از مات اورنسی نخست وزیر این کشور شده است این اقدام در شامگاه دوشنبه پنجم بهمن پیش از برگزاری نشست خبری رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا در موزه کاپوتولین شهر روم صورت گرفته است موزه کاپیتولین اعلام کرده که دفتر نخست وزیر ایتالیا خواستار پوشانده شدن این مجسمه ها شده. دفتر نخست وزیر ایتالیا حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشده است. آقای رنسی و آقای روحانی در اتاقی از این موزه نشست خبری خود را برگزار کردند که مجسمه برونزی مارکوس آریلوس امپراتور روم در آن قرار داشت و کاملا پوشیده شده بود. سیاستمداران چپگرا و راستگرای ایتالیا گفتند ماتئو رنسی در نشست خبریش با حسن روحانی نه تنها به وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ اشاره‌ای نکرده بلکه هویت فرهنگی ایتالیا را نیز با پوشاندن مجسمه‌های برهنه زنان تسلیم کرده است لوکا اسکوئری نماینده مجلس از حزب دستراستی فروزا وابسته به سلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین گفته است احترام قائل شدن برای دیگر فرهنگ ها نمیتواند و نباید به معنی نفی فرهنگ خودمان باشد او گفته این احترام قائل شدن نیست این پنهان کردن تفاوت ها و نوعی تسلیم شدن است جیان کالو نیز از حزب چپگرای محیط زیست و آزادی خواستار توضیح نخست وزیر ایتالیا درباره تصمیم خفتبار خود شده که به گفته وی خارشمردن هنر و فرهنگ به مسابه ارزش های جهانی است ایتالیا و ایران در جریان سفر دو روزه حسن روحانی به ایتالیا بیش از 17 میلیارد یورو قراردادهای تجاری با یکدیگر امضا کردند ولی رهبران مخالف دولت رنسی و تحلیلگران ایتالیایی روز سهشنبه ششم بهمن دولت این کشور را متهم کردند که برای خوشامد مهمانش زیاده روی کرده است یکی دیگر از اتفاقات سفر حسن روحانی به ایتالیا حذف برنامه سرو شراب از مهمانی شام دوشنبه شب نخست وزیر این کشور بود نخست وزیر ایتالیا سال گذشته نیز با انتقادهای مشابهی روبرو شد وقتی که در جریان دیدار امیر امارات متحده عربی از شهر تاریخی فلورانس که شهردار آن بود دستور پوشاندن تصاویر برهنه را صادر کرد سفر آقای روحانی به ایتالیا نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به ایتالیا پس از چهارده سال است فریدوم هاوس خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان می گوید انتخابات پیش روی ایران در اسفندما و فعالیت های نامزد های اصلاح طلب می تواند تأثیر مهمی در روند سیاسی ایران بگذارد در گزارش مربوط به سال 2015 این نهاد ایران در کنار 49 کشور دیگر جهان همچنان کشوری غیر آزاد عنوان شده است. در گزارش دو سال پیش ایران و 63 کشور دیگر جهان غیر آزاد عنوان شده بودند. فریدوم هاوس به وضعیت حقوق سیاسی در ایران امتیاز پنج داده که نشان می دهد در مقایسه با قبل کمی بهتر شده است. حقوق مدنی امتیاز شش گرفته است. امتیاز یک برای بهترین و هفت بدترین محسوب می شود. این نهاد به مذاکرات و توافق اتمی و نیز کاهش بهای نفت و تاثیر آن بر وضعیت جامعه مدنی ایران نیز اشاره کرده است. به گفته فریدوم هاوس افراتیون در ایران حتی پیش از آن که مذاکرات اتمی به فرجام برسد مشغول وارد کردن فشار بر جامعه مدنی آزادی بیان و آزادی های سیاسی بودند تا نشان دهند حتی با دستیابی به توافق قرار نیست تغییری رخ دهد به گفته این نهاد شهروندان کشورهایی که از آزادی بهره نیستند یا در تنش به سر میبرند باز هم از حداقل امکانات و با استفاده از صندوق رأی تلاش کردند که نشان دهند تغییرات شدن نیست برخی از آنها مانند مردم ایران به این وسیله چهره که دموکراسی های جهان را به تغییر می گرفتن از قدرت دور کردند مردمی که تمایل خود را به نامزدهایی نشان دادند که گفتمانشان در جهت حکومت قانون آزادی بیان و جلوگیری از فساد بود ایران در میان کشورهایی است که تغییرات اعتمادی پیشرو در آنها سزاوار توجه و دقت ویژه عنوان شده است ونزوئلا لهستان میانمار مالزی یا کویت از دیگر کشورهایی هستند که به دلایل سیاسی حقوق بشر و مسائل انتخاباتی در سال جاری میلادی زیر ضربین فریدوم هاوس قرار میگیرند سال 2015 میلادی تحت تاثیر عواملی مانند بحران ناشی از پناهجویان سرکوب مخالفان بیگانه حراسی به حملات تروریستی سپری شده است در حالی که وضعیت آزادی به طور عمومی در سطح جهان برای دهمین ده سال پیاپی رو به کاهش بوده است به گفتی این نهاد ناظر بر دموکراسی بیش از یک سوم مردم جهان در سرزمینهایی زندگی می کنند که در آنها فشار سیاسی فساد و نقض حقوق بشر دیده می شود. بدترین ها از این نظر سوریه منطقه تبت و سومالی عنوان شدند به گفته فریدوم هاوس شمار عمده ای از مردم سرزمین های غیر ساکن منطقه خاور میانه و شمال آفریقا هستند جایی که 85 درصد کل مردم تحت فشار و نقض حقوق سیاسی و مدنی قرار دارند یکی دیگر از نقاط جهان که از این بابت مورد توجه این نهاد قرار گرفته منطقه اوراسیا است جایی که هیچ یک از کشورها در فهرست آزاد قرار نگرفتند به گفتی این سازمان یکی از مهمترین مسائل در سال 2015 میلادی فقدان پیشرفت در وضعیت زنان بوده است به گزارش خبرگزاری رویترز آرک پودینگتون معاون این نهاد و از نویسندگان گزارش گفته است در بسیاری از کشورهایی که مشکل دارند کاهش درآمد و بحرانهای اقتصادی سبب شده تا سیاستمداران بر فشارهای سیاسی افزوده و پای دشمن خارجی را به میان بکشند فریدوم هاوس که سال 1941 در آمریکا تأسیس شد سازمانی غیر دولتی است که از دموکراسی آزادی سیاسی و حقوق بشر در جهان دفاع می کند و در این باره به تحقیق می پردازد سعید آبدینی کشیش مسیحی ایرانی آمریکایی نه روز پس از آزادی از زندان اوین که به تازگی به خانواده خود در آمریکا پیوسته روز دوشنبه پنج بهمن به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفته در ایران به هنگام بازپرسی شکنجه شده و به سلول انفرادی انداخته شده است او به فاکس نیوز گفت در زندان اوین توسط بازجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته با یک زندانی القاعده همسلول بوده که این ای تلاش کرده بود او را به قتل برساند و در زندان شاهد گریه و داد و فریادهای کسانی بوده که قرار بوده اعدام شوند وی در پاسخ به این پرسش فاکس نیوز که آیا در طول بازداشت در ایران شکنجه شده گفت بله یک بار در جریان بازجویی آنها مرا به شدت کتک زدند زیرا میخواستند به آنچه اعتراف کنم که انجام نداده بودم در واقع در دادگاه قاضی در اتاق را بست و بازجوها شروع کردند به کتک زدن پس از آن معده من دچار خونریزی شد این کشیش آمریکایی همچنین گفته است بدترین چیزی که در زندان اوین شاهد بودم زمانی بود که تعدادی از زندانیان سنی را برای اعدام می بردند. اکثر آنها سنی مذهب بودند. بعضی از آنها زندانی سیاسی بودند. می توانم بگویم که اکثر آنها به خاطر باورهای دینیشان اعدام شدند. سعید آبدینی در سال 2000 از اسلام به مسیحیت گروید. او در سال 2002 با نقمه آبدینی که شهروند آمریکایی است ازدواج کرد و در سال 2008 تابعیت آمریکا را دریافت کرد. آبدینی از زمان اقامت در آمریکا به طور مرتب به ایران سفر می کرد. او بار نخست در سال 2009 در ایران بازداشت شد در جریان بازجویی به ارتداد و اعدام تهدید شد ولی در نهایت پس از دادن تعهد به توقف همه فعالیت های مذهبی خود در ایران آزاد شد بار دیگر در سال 2012 در سفر به ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. اتهام اصلی سعید آبدینی تضعیف امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت عنوان شده بود. او ابتدا به اعدام و سپس با تخفیف مجازات به هشت سال زندان محکوم شد. آقای آبدینی سرانجام روز 16 ژانویه 2016 همزمان با آغاز اجرای برجام به همراه سه زندانی دیگر دو دوتابعیتی از زندان آزاد شد. در ازای آزادی آنها دولت آمریکا نیز هفت ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کرد دولت کانادا تحریم های یک جانبه خود علیه ایران را لغو می کند و به گفته وزیر امور خارجه کانادا شرکت های کانادایی هم حق دسترسی به بازار ایران را دارند. استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا گفته سازمان ملل از کشورها خواسته است تحریم خود علیه ایران را که با هدف جلوگیری از دسترسی آن کشور به بمب هسته ای برای اهداف نظامی بود بردارند به تصریح کرد کانادا تحریم را متوقف می کند اما همچنان با سطحی از سوء زن به حکومتی نگاه می کند که نباید بمب هسته ای داشته باشد حکومتی که برای حقوق بشر خطرناک است و دوست همپیمانان ما از جمله اسرائیل نیست. سخنان آقای دیون در حالی مطرح شده که گروهی از نمایندگان مخالف دولت از حزب کار از این اقدام انتقاد کردند. روابط دولت کار پیشین در کانادا با ایران به سطح بسیار پایین نزول پیدا کرده بود. در تعویل دیگر وکلای دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه پنجم بهمن ماه در دادگاهی در تورنتو حاضر شدند تا از برداشت از حسابها و مصادره چند ساختمان متعلق به ایران در کانادا برای پرداخت قرامت به کسانی که خود یا بستگانشان قربانی تروریسم هستند جلوگیری کنند بنابراین گزارش شاکیان به دنبال آن هستند که دو ساختمان ایران در اونتاریو و همچنین مبلغی بالغ بر دو ممیز 6 میلیارد دلار که در حساب در کانادا بلوکه شده به نفع آنها مصادره شوند در سال 2012 دولت وقت کانادا به رهبری استفان هارپر کار قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه این کشور می توانند برای پرداخت قرامت به قربانیان حملات تروریستی دستور برداشت از حسابهای کشورهای حامی تروریست را صادر کنند شاکیان این پرونده که عمدتا آمریکایی ها هستند در دادگاه های کشور خود حکم دریافت قرامت دریافت کردند و حالا به دنبال نقض کردن این حکم در کانادا هستند یکی از وکلای دولت ایران که در دادگاه حضور یافته بود ادعای شاکیان و همچنین تلاش آنها برای مصادره های ایران در کانادا را تجاوزکارانه توصیف کرده و آنها را به دلایل متعدد رد کرده است تا سال 2012 این افراد نمی توانستند خواستار برداشت از دارایی های ایران شوند اما بر اساس قانون موسوم به حمایت از قربانیان تروریسم که در آن سال تصویب و اجرایی شد این افراد این امکان را پیدا کردند که از تهران به دلیل آنچه حمایت ایران از حزب الله و حماس توصیف کردند خواستار دریافت قرامت شوند ساختمان سفارت و همچنین اقامتگاه رسمی هیئت دیپلماتیک ایران در کانادا به دلیل مسئولیت دیپلماتیک از لیست دارایی های ایران در کانادا مستثنا شدند. در خبری دیگر مجلس دانمارک طرح جنجالی توقیف اموال پناهجویان برای تامین هزینه های اقامت آنها را تصویب کرد. بر اساس این قانون پلیس مرزی دانمارک می تواند اموال با ارزش پناهجویان را توقیف کند و آنها را وادار کند تا برای آوردن اعضای خانواده خود به دانمارک سه سال صبر کند. پناهجویان تنها امکان آن را خواهند داشت تا اموالی به ارزش 1500 دلار را نگه دارند. البته آنها خواهند توانست اشیایی را که برایشان ارزش عاطفی دارد مانند حلقه ازدواج را نگه دارند. دانمارک میگوید چنین اقدامی مطابق با سیاست های تامین اجتماعی این کشور می در دانمارک افراد بیکار برای یرفتن مزایا از دولت باید بخشی از اموال خود را به فروش برسانند گروه های حقوق بشری کمیسیون اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از چنین طرحی به شدت انتقاد کردند نمایندگان مجلس ایران در نشست علنی روز سه ششم بهمن مجلس کلیات طرح موسوم به طرح تقویت بسیج مستضعفین را به تصویب رساندند. یکی از مواد این طرح شامل ایجاد رده های مقاومت بسیج در سراسر کشور شامل شهرها بخشها، شهرکهای مسکونی و مجتمعهای تجاری، روستاها، مساجد و محلات، وزارتخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز علمی، فدراسیون ها و باشگاه ها و مراکز ورزشی می شود، بنابراین ماده کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی هم موظف به همکاری با سازمان بسیج می شوند. نماینده دولت در صحن علنی از نمایندگان خواست این طرح را به دلیل تداخل با وظایف برخی دستگاه های اجرایی دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع کنند. علی متحری نماینده تهران پیش از انجام رعی گیری در خصوص ماده دو و تبصره های این طرح گفت که حضور بسیج در شهرک های مسکونی ضرورت ندارد و قطعا آثار و طبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و به شهرک های مسکونی کشور حالت امنیتی و نظامی می دهد و عملا کمکی به حفظ امنیت نمی کند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز در جریان بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین این مسئله را مطرح کرد که این طرح با اصل شص قانون اساسی مقایرت دارد آقای توکلی گفت در اصل شست قانون اساسی آمده اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مشخص شده از طریق رئیس جمهوری و وزراست وظایفی که در این طرح برشمرده شده تماما و بدون استثنا وظایف قوه مجریه است این در حالی است که بسیج از نظر رده سازمانی زیر نظر نیروهای مسلح است ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد داعش متحمل شکست سنگین شده است و مناطق تحت اشغال خود را یکی پس از دیگری از دست می دهد. اما به نظر می رسد این ادعا با آنچه در سوریه جریان دارد در تعارض کامل است چون تمرکز حملات روسها و ارتش بشار اسد و حزب الله و سپاه پاسداران بر نیروهای ارتش آزاد و پیوستگان به اعتلاف ملی آشکار می سازد که هدف داعش نیست بلکه تضعیف مخالفان معتدل و ملی اسد هدف روسا و رژیم بعثی سوریه می باشد به گزارش ایتارتاس آقای چورکین روز سهشنبه شش بهمن در گفتگو با خبرنگاران گفت بر اثر عملیات هوافضای روسیه تلفات و خسارات بسیار سنگینی به گروه داعش وارد آمده و تروریست های این گروه روحیه خود را از دست دادند آقای چرکین همچنین با سازی مناطق وسیع از سوریه توسط ارتش این کشور از دست مخالفان اشاره کرد این سخنان در حالی ابراز شده که روز گذشته اخباری مبنی بر تصرف شهر شیخ مسکین در استان درعا توسط ارتش سوریه منتشر شده است این شهر به عنوان یکی از مهمترین شهرهای منطقه و از شهرهای بزرگ استان درعا به شمار میرود و با دمشق پایتخت سوریه حدود 80 کیلومتر فاصله دارد این شهر از نظر نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل ارتش اسد این شهر را به عنوان خط دفاعی از پایتخت به شمار می‌آورد ارتش اسد اکنون با بازپسگیری شهر شیخ مسکین می‌تواند به سوی شهر درعا پیشروی کند همزمان سرگی لابروف وزیر خارجه روسیه روز سهشنبه ششم بهمن در مصاحبه ای اعلام کرد که دخالت این کشور در سوریه در اواخر سپتامبر 2015 سبب دگرگون شدن اوضاع شد. وی تصریح کرد عملیات نظامی نیروی هوایی روسیه که به درخواست رسمی دولت سوریه انجام گرفت باعث دگرگونی اوضاع در سوریه و محدود کردن نفوذ مناطق تحت کنترل ها شد. وی افزود عملیات نظامی روسیه باعث شد که بحران سوریه به شکل ملموسی در اولویت مسائل خاور میانه قرار گیرد آقای لاوروف همچنین حضور کردها در مذاکرات صلح سوریه را ضروری خواند و تأکید کرد بدون مشارکت کردهای سوریه در مذاکرات برنامه صلح در این کشور ناعادلانه و نتایجی معکوس خواهد داشت وی افزود اگر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه به ریاست صالح مسلم به مذاکرات دعوت نشود روسیه با ادامه مذاکرات که قرار است روز جمعه آغاز شود مخالفت نخواهد کرد وزیر خارجه روسیه بار دیگر خبر درخواست مسکو از اسد برای کنارگیری از قدرت را تکذیب کرد و گفت تا به حال کسی از بشار اسد نخواسته که از قدرت کنارگیری کند جما این که هیچ کس هم از روسیه تقاضای پناهندگی نکرده عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان ضمن توصیف جلسه نقد فیلم به عنوان مجلس لحو لعب اعلام کرد که در اعتراض به حضور خانم معتمداریا در این شهر ازای عمومی اعلام خواهد کرد وی هشدار داده همگان بدانند کاشان به دلیل جایگاهی که در تشیع در طول تاریخ داشته تحمل برگزاری مجالس لحو و لعب را ندارد امام جمعه کاشان همچنین ضمن اشاره به کسانی که قصد برهم زدن مراسم سخنرانی فاطمه معتمداریا را داشتند گفت متاسفانه برخی مسئولان نهادهای مسئول این توجیه را داشتند که چون ایشان مجوز دارد کسی مزاحم او نشود فاطمه معتمداریا بازیگر مشهور و محبوب سینمای ایران روز یکشنبه چهارم بهمن ما برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ فیلم یحیی سکود نکرد در سینمای شهر کاشان به این شهر سفر کرده بود چند روز پیش از سفر خانم معتمداریا خبرگزاری فارس در گزارشی تحریکامیز ضمن درخواست برای لغو این مراسم پیش بینی کرد که واکنش دلسوزان فرهنگی کاشان به حضور این هنرپیشه زن در این شهر غیرقابل پیش بینی خواهد بود. بنابراین گزارش خانم متمداریا پیش از ترک مراسم پیشنهاد کرده است که بعد از جلسه نقد فیلم با معترضان گفتگو کند و نیروی انتظامی هم این پیشنهاد را پذیرفت اما معترضان حتی حاضر به قبول این پیشنهاد نشدند. در همین حال فاطمه معتمداری در مصاحبه با روزنامه شرق گفت رفتارهای تهاجمی، توهین، بی احترامی، دروغ، تهمت و بیقانونی را نمیپذیرم و این اتفاقاتی است که در آنجا افتاد و من علاقه هم به بیان و شرح جزئیات اتفاقات ناخوشایند ضد فرهنگی ندارم. خانم معتمداریا و مجتبا تهماس در مهرماه سال 88 قصد داشتند به دعوت آکادمی اسکار به آمریکا سفر کنند اما نیروهای امنیتی در فرودگاه تهران گذرنامه های آنها را توقیف کردند و اجازه خروج از کشور را به آنها ندادند بر اساس گزارش ها فاطمه معتمداریا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در صدا و سیمای ایران نیز ممنوع تصویر شده است اما تعدادی وبسایت خبری در آبان ماه اعلام کردند که این ممنوع تصویری لغو شده و تصویر فاطمه معتمداریا مدتی طولانی در قالب تیزر فیلم اینجا بدون من نمایش داده شده است با این حال به نظر می رسد محدودیت ها و ممنوعیت ها برای فعالان عرصه هنر و سینما در ایران کم نیستند. چندی پیش بر اساس تصمیم شورای نظارت جشنواره فجر سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی ایرانی به دلیل حضور در تلویزیون منوتو از جدول این دوره از جشنواره حذف شد. سالار عقیدی که برای اجرای کنسرت به لندن سفر کرده بود در استودیوی تلویزیون ماناتو حاضر شد و در یکی از برنامه های این شبکه ماهوارهی به گفتگو نشست که حضورش با واکنش منفی رسانه های کار در ایران روبرو شد.